این داستان زندگی یکی از ثروتمندترین، قدرتمندترین و پر افتخارترین خواننده های زن دنیاست. حتما اسمش رو شنیدین. اما کی باورش میشه که در کودکی وقتی فقط 2 سالش بوده پدرش اونها رو ترک میکنه و به خاطر افسردگی شدید تا همین الان هم داره درمان میشه. بعد از جدایی از همسرش یک مدت از صحنه موسیقی کنار میره و ناگهان با 50 کیلو کاهش وزن و با یک ظاهر جدید ظاهر میشه. بله، این داستان زندگی عدل خواننده معروفه. اگر به موسیقی عدل علاقه‌مندین، این ویدیو برای شماست. همراه من باشید. عدل لوری بلو اتکینز در 5 مه 1988 در تاتنهام لندن به دنیا میاد. مادرش وقتی که فقط 18 سالش بوده اون رو به دنیا میاره. عدل مادرش رو بهترین دوست و مشوقش میدونه و در خیلی از سخنرانیهاش با عشق گفته مامان فقط میخوام بهت بگم دخترت کارشو خوب انجام داد. عدل دوران کودکی بسیار سختی داشته. پدرش معتاد به الکل بوده و در 2 سالگی اونها رو ترک میکنه. و عدل به تنهایی با مادرش در حالی که برای تامین مخارج زندگیشون خیلی کار میکردن بزرگ میشه. اون آواز خوندن رو در 4 سالگی شروع میکنه و میگه که همون موقع هم تو آهنگ ها غرق میشدم. وقتی که بزرگتر میشه به دبیرستان مشهور هنرهای نمایشی میره و در سال 2006 از اونجا فارغ التحصیل میشه. اما فقط 4 ماه بعد از فارغ التحصیلیش یک اتفاق زندگی عدل رو زیر و رو میکنه. اون 3 تا آهنگ نمایشی رو برای یک پروژه کلاسی ضبط کرده بوده که اونها رو به دوستش داده. و دوستش هم اونها رو در مای اسپیس که یک شبکه اجتماعی پست میکنه. بعد از چند روز انقدر این آهنگ شنیده میشه و انقدر مشهور میشه که در نهایت ریچارد راسل که مدیر یک شرکت موسیقیایی معروف به اسم ایکس ایل رکوردینگ بوده باهاش تماس میگیره و اون فعالیت حرفه‌ایش رو شروع میکنه و فقط 1 سال طول میکشه که اون تبدیل میشه به ستاره نوظهور بریتانیا و این جایزه رو کسب میکنه. اولین آلبوم عدل به اسم 19 منتشر میشه به خاطر اینکه فقط اون موقع 19 سال داشته این اسم رو روی آلبومش میذاره و در سال 2009 در مراسم گرمی برنده جایزه بهترین هنرمند جدید میشه. سال 2011 وقتی فقط عدل 21 سالش بوده دومین آلبومش به اسم 21 رو منتشر میکنه. با همین آلبوم به صورت شگفت‌انگیزی عدل دیده میشه. 6 جایزه گرمی میبره و تبدیل میشه به پرفروش‌ترین آلبوم تاریخ کل دنیا. بنابراین بعد از اون عدل تصمیم میگیره که برای اجرای آلبوم 21 تور جهانی بگذاره. اما ناگهان یک اتفاق بسیار تلخ براش میفته. در اکتبر سال 2011 عدل پس از یک اجرای رادیویی فرانسوی دچار خونریزی تارهای صوتی میشه و توانایی خوندنش رو از دست میده که منجر به لغو تمام کنسرت‌ها و تورهای آلبوم 21 میشه. اون برای ترمیم این جراحت ناچار بوده که یک جراحی بسیار حساس و پرخطر به اسم جراحی پولیپ تارهای صوتی انجام بده. اما عدل خوششانسی میاره و پزشکش به خوبی از عهده این درمان برمیاد و صدای عدل حتی شفافتر از قبل میشه. اما مسیر موفقیت عدل پایان ناپذیر بوده. اون حتی برنده جایزه اسکار هم شده. عدل در سال 2012 تک آهنگ سکای فال رو برای قسمتی از فیلم جیمز باند به همین اسم منتشر میکنه. این ترانه برنده جایزه اسکار و گلدن گلوب میشه. سال 2012 اما عدل ازدواج میکنه با فردی به اسم سایمون کونکی که کارآفرین یک خیریه بوده و در ژوئن 2012 اعلام میکنن که منتظر تولد پسر اولشون هستن. اسم پسرشون رو میذارن آنجلو که فرزند اول عدل و فرزند دوم سایمون بوده. بعد از اون عدل تصمیم میگیره که یک مادر فداکار باشه و تا 3 سال فقط وقتش رو صرف پسرش بکنه. بنابراین تا سال 2015 هیچ آلبوم موسیقی ازش منتشر نمیشه و در نهایت در سال 2015 بعد از یک وقفه 3 ساله آلبوم خودش به اسم 25 رو منتشر میکنه. این آلبوم رکورد بالاترین فروش در هفته اول در ایالات متحده رو به خودش اختصاص میده و پرفروشترین آلبوم سال میشه. 25 در مراسم گرمی 2017 5 جایزه به خودش اختصاص میده. اما دوباره یک خبر شوکه کننده در مورد عدل در کل دنیا پخش میشه و اون هم اینه که بعد از 7 سال نامزدی و 3 سال ازدواج از سایمون جدا میشه و طلاقش رو هم به دلیل اختلافات شخصی اعلام میکنه. عدل و شریک زندگیش از هم جدا میشن و عدل که بارها گفته بوده فرزندش اولویت اول زندگیشه و دوست داره یک مادر تمام وقت باشه برای سالها از دنیای موسیقی فاصله میگیره. تا اینکه در سال 2019 صحبت‌هایی از کاهش وزن عدل به گوش میرسه و در همون سال بعد از مدت‌ها دوری با کاهش وزن 45 کیلوگرمی و ظاهری کاملا جدید در رسانه‌ها حاضر میشه و همه رو شگفت‌زده می‌کنه.
اون میگه بعد از طلاق و جدا شدن از همسرم نیاز به تغییر داشتم. به جایی رسیده بودم که حال خیلی خوبی نداشتم و میدونستم باید یک تغییر درست کنم. میخواستم بهترین و سالمترین مادر ممکن برای پسرم باشم و نمیخواستم در آینده بیماری سراغم بیاد. پس تصمیم گرفتم که لاغر بشم و در نهایت در سال 2021 عدل 30 ساله آلبوم جدیدش با عنوان سی رو منتشر میکنه. آهنگ به من سخت نگیر یکی از آهنگهای معروف آلبوم سی بوده. در سال 2023 عدل این آهنگ رو به صورت زنده اجرا میکنه و برنده جایزه بهترین اجرای پاپ تک نفره میشه. عدل دوران کودکی بسیار ناراحت کننده ای داشته. اون گفته که افسردگی از دوران کودکی بهش مونده و رنج میبره و تا به همین امروز به طور مرتب به درمانگر مراجعه میکرده. پدرش مارک ایونز عدل و مادرش رو وقتی که فقط 2 سالش بوده رها میکنه و میره. درسته که ما آهنگ‌های زیادی در مورد دلشکستگی‌های عاشقانه عدل میشنویم، اما حقیقت اینه که اولین مردی که واقعاً آزارش داده پدرش بوده. پدرش یک الکلی شدید بوده و به همین خاطر عدل ارتباطش رو به صورت کامل باهاش قطع کرده بوده، تا اینکه بعد از مشهور شدنش میخواد که دوباره این ارتباط رو شکل بده و این کار رو هم میکنه. اما مارک با فروختن عکس‌ها و فروختن داستان‌های عدل به رسانه‌ها به اون خیانت میکنه و همین هم باعث میشه که عدل برای بار دوم و برای همیشه پدرش رو از زندگیش حذف کنه. اون هیچ وقت دیگه نتونست این ارتباط رو شکل بده به خاطر اینکه در سال 2021 مارک از دنیا رفت. اما جالبه که راجب ثروت عجیب و غریب عدل هم بدونید. عدل یکی از پردرآمدترین خواننده‌های زن دنیا به حساب میاد. در سال‌های اخیر آلبوم 4مش پرفروش‌ترین آلبوم موسیقی سال شده و در سری کنسرت‌هایی که در لاس وگاس داشته با استقبال زیادی مواجه شده و برای هر شب اجرا 500,000 دلار درآمد داشته. دارایی‌های عدل در سال 2022 220 میلیون دلار تخمین زده شده. اون 3 تا عمارت باور نکردنی رو درست در کنار هم به قیمت 30 میلیون دلار خریداری کرده. عدل اما نشانه یک زن قدرتمند و با استعداده که شاید در کودکی دچار سختی‌های بسیاری شده، شاید با موضوع اضافه وزن و انتقادهای بسیاری روبرو شده، اما در نهایت اون الان بهترین خواننده است که گفته من برای گوش‌ها موسیقی می‌سازم نه برای چشم‌ها. نظر شما چیه؟ لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتین کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هر وقت ویدیو گذاشتم بهتون اطلاع بده. ممنونم که تماشا کردین.